دوستان عزیز، حال که این نوار به شرح آثار امریه در عرض اقدس حیفا اختصاص یافته، مناسب چنان است که شمه نیز راجع به زیارت اعتاب مشرفه و مقامات مقدسه منوره که مقتبس از الله و تواقی مبارکه است بیان شود، تا این موضوع مهم به قدر مقدور اکمال و اتمام یابد. در یکی از الواح مبارکه که از یرائه مرکز میثاق، حضرت عبدالبها خطاب به خانم روزنبرگ به لسان عربی صادر شده، بیان می‌فرمایند که مفاد و مضمون آن بدین قرار است: شبهه نبوده و نیست که مقامات مقدسه و بقاء نورانیه محل پوزات الهیه است، زیرا قلب انسان در موقع ورود به این بقاء نورانیه از شهدا و نفوس مقدسه رقت عظیمه حاصل می نماید و این به جهت احترامات روحانی و جسمانی است، ولیکن زیارت این بقاء بر همه نفوس فرض و واجب نیست، مگر بقاء سگانه که عبارت از تربت مقدسه و بیت مکرم در عراق و بیت معظم در شیراز است که اون در صورت استطاعت و اقتدار و عدم موانع واجب است و تفصیل در الله مذکور، و این بقاء ثلاثه است که به اون شد رحال می شود. و اما سائر مقامات شهدا و مقدسین، وقتی که انسان بخواهد به واسطه زیارت اون بقا تقرب الالله حاصل نماید، امریست محبوب عند الله، ولیکن فرض و واجب نیست. نص بیان مبارک راجع به بقاء ثلاثه چنین است: قوله الاحلا، ولیکن لیس فرض واجب على كل النفوس ان يزوروا تلك البقاء الا البقاء الثلاث التي هي التربة المقدسة والبيت المكرم في العراق والبيت المعظم في شيراز، هذا واجب عند الاستطاعة والاقتدار وعدم الموانع. انتهى. ترجمه این لوح مبارک به زبان انگلیسی در تلخیص کتاب مستطاب اقدس که اخیراً طبع و انتشار یافته، تحت شماره 26 در صفحه 61 اندراج یافته است. بنابراین زیارت تربت مقدس در عرض اقدس نیز مانند حج بیت مبارک بغداد یا شیراز در صورت استطاعت و امکان بر یاران حضرت یزدان واجب و لازم است. و البته همه می دانند و لازم به تذکر نیست که حضرات امام رحمان به صرف فضل و عنایت رب منان از اجرای این حکم معاف شدند، یعنی اگر به این امر موفق نشدند ترک واجب نشده است. به قوله تعالی و تقدس: قد حکم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء عفا الله عنهن رحمتا من عنده انه لهو المؤتي الوهاب. الحمد لله، در زمان ما احبای الهی دسته دسته از شرق و غرب و جنوب و شمال کره ارض به زیارت اعتاب مقدسه و تربت منوره فائز می شوند و روح و روان را به اهتزاز می آورند، و پس از کسب فیوضات روحانیه با شور و انجذابی موفور یا به اوطان خود مراجعت و یا به مراکز مهاجرتی عظیمت می فرمایند و سبب هدایت جمعی کثیر
از مردمان با وسائل مرفه امروزه بسیار سهل و آسان پایان میپذیرد. بلکه در گذشته ایام تشرف به عرض مقصود البته بی سهولت نبود و زائران و محرمان حرم جانان روزها و ماهها به کمال سختی و در نهایت صعوبت طی طریق می نمودند و چه بسا که جان و مالشون در معرض خطرات عدیده بود و چه بسیار اتفاق می افتاد که نفوسی از مؤمنین از ایران پیاده برای تشرف به حضور مولای محبوبشون به دروازه قلعه عکا می رسیدن ولیکن به سعایت دشمنان و عهد شکنان از دخول به شهر ممنوع می شدن و این مظلومان به کمال خضوع و خشوع از روی تپه ها به ارتفاعاتی که در کنار خندق محاط به قشله عسکریه محل سجن جمال مبارک بود از دور هیکل مبارک را که از پنجره حجره سجن نمایان می شدن زیارت می کردن و گریان و نالان ولی مشتعل و منجذب و آماده خدمت و جانفشانی به دیار خیش مراجعت می نمودند. تشرف به اطهار مقدسه به موجب بیانات عقیده عدیده برای شخص بهایی بزرگترین موهبت و اعظم منقبت است و شخص زائر پس از زیارت تربت مقدسه روضه مبارکه و مقام مقدس اعلی و مقام حضرت عبدالبها و سایر اماکن متبرکه تاریخیه فی الحقیقه انجذابی جدید و اشتعالی شدید در خود احساس می نماید. الله عدیده راجب این موضوع از یرائه مرکز میثاق نازل گردیده که من باب نمونه به چند قسمت از اون در این مقام اشاره می شود. لوحیست به افتخار جناب آمیرزاده حیدر علی اسکویی که اغلب احبا این لوح مبارک را زیارت کردند و من در این نوار نص بیان مبارک را برای شنوندگان عزیز تلاوت می کنم. جناب زائر میرزا حیدر علی علیه بهاء الله الابها ملاحظه فرمایند. هو الابها ای طائف حول ذریح مطهر، حمد کن خدا را که به چنین موهبت الهیه فائز شدی و به چنین نعمت غیر متناهی واصل. در مقامی وارد شدی که مطاف ملأ اعلاست و کعبه اهل ملکوت ابها. انوار رحمان از افقش طالع و کواکب اسرار از مطلعش لائه، ترابش عبیر و انبر است و قبارش در مشام روحانیان مسک اذفر. خطش در جمیع کتب و صحف الهیه به عرض مقدس مشهور و مرز و بومش بالبقعت المبارکه مذکور. اقلیمش وادی طواست و قطرش البقعت البیزا. جبلش طور سیناست و تلالش مواقع تجلی رب السماوات العلا. حضرت کلیم الله را وادی ایمن است و حضرت خلیل الله را ملجأ امن و ملاذ و مأمن. حضرت لوط را رکن شدید است و حضرت یعقوب را موطن مجید. حضرت داوود را محراب عبادت است
و حضرت سلیمان را سریر رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. حضرت زکریا را مسجد تبتل و عبودیت است و حضرت یحیی را وادی ملکوت و صحرای بشارت. حضرت روح الله را محل تجلیات است و حضرت حبیب الله را سبحان الذی اسرا. معاهد انبیاست و مشرق انوار آیات ربه الکبرا. مطلع تقدیس است و مشکات انوار رب مجید. معهد لقاست و محل معراج سید او ادنا. هر اشراق و ظهوری یا مبدأش از این عرض مبارک است و یا محل هجرت اون نیر مکرم و یا منتهایش راجع به این عرض مقدسه. این دلائل واضحه و براهین قاطعه اگرچه چون آفتاب روشن و واضح و مبرهن است و کسی را مجال توقف و گمان و زن نه، چه که صریح الله و زبور الهی است و نصوص صحف و کتب ربانی و شایع و شهیر در نزد جمیع طوائف و قبائل کره ارض. لکن چون حق تا امری را ظاهر نفرماید، هرچند مشهورتر از آفتاب است و معروفتر از ماه عالمتاب، باز در تحت استار است و در خلف پرده مخفی نه آشکار، و چون پرده را حق بردارد واضح گردد و روح و البها علیک این این. در لوحی دیگر حضرت عبدالبها به این بیانات مبارک ناطق قوله الاحلا: ای زائر مشکی نفس، تربت مقدس مشک حقیقت است و انبر و عبیر در مشام مظاهر رحمانیت. در نزد طفلان صدف و خزف هر دو یکسان، و در نزد جاهلان زجاج همسنگ لؤلؤ و حاج، و نحاس ناچیز با ذهب ابریز هم عیار. ولی در فرید و ذهب مجید چون به بازار جوهریان و دکه صرافان رسد، گرون بها گردد و قیمت و عیارش ظاهر و آشکار شود. به همچنین رائحه طیبه مرقد مقدس را اهل ملاء اعلا استشمام نمایند و نسیم جانبخش جدس ادهر را مظاهر تقدیس ملکوت ابها یابند، که خاکش جان پرور است و هوایش روح بخش اهل بصر و نظر. پس شکر کن که به چنین موهبت عظما موفق گشتی و به چنین رحمت کبرا مؤید شدی. حال در کمال اشتعال و شوق و فرح و طرب مراجعت نما و احبای الهی را تکبیر و تحیت و ثنا از قبل عبدالبها برسان. در لوحی دیگر این بیانات مبارکه از یرائه مرکز میثاق صادر: هوال ابها، ای موقن به کلمه الهی،
جناب اخوی هزار فرسنگ کی نمود و از درندگان صحرا و چنگ نهنگ دریا محفوظ را مسئول به آستان مقدس وارد و به رمس مطهر فائز و به اون چه اعظم آمال اسفیاست واصل. اگرچه حال به سبب حجاب و نقاب این فوز عظیم مستور و این نور مبین مکنون، ولی در عوالم ملکوت وجود واضح و مشهود. دانشون اندر زمین پنهان شود، سر اون سرسبزی بستان شود. این موهبت چون کشف حجاب کند و رفع نقاب، صبح روشنی بدمد و آفتاب انوری بدرخشد و اسرار مکنون مشهود آید، هنیئن لمن کشف عنه القطاع و بصره حدید بفضل الله و البهاء علیک این بین. از این قبیل الله مبارکه در توصیف مقامات رفیعه منیعه روحانیه اعتاب مقدسه بسیار است که برای رعایت جانب اختصار به همین مقدار اختصار می شود. اگر در همین بیانات مقدسه از روی بصیرت کامله تمعن و تفرس گردد، اهمیت عظیمه وفود به عرض اقدس و زیارت تربت مقدسه و تشرف به مقامات منوره بر هر فرد بهایی روشن و عیان گردد و حکمت این تأکیدات شدیده و تصریحات اکیده واضح و مبرهن شود. زیارت اعتاب مقدسه به حالت جمع به فرموده حضرت عبدالبها اهمیت و کیفیت دیگری دارد. در لوح مبارک خطاب به جناب حاجی نیاز چنین می‌فرمایند: قوله الاحلا، مخصوص بالنیابه از اون جناب فردا روز جمعه با جمیع احبا در روزه مبارک زیارت تلاوت می شود. چون جمعیت زیاد است و همه نیابت می نمایند، حکم 100 زیارت شما را دارد. انتها. همچنین به فرموده مبارک طلب حاجات در اماکن مقدسه بر سایر جهات مزیت دارد، چنان که حضرت عبدالبها می فرمایند قوله عز بیانه: اما طلب حاجت در اماکن مقدسه چون اون اماکن را نسبت به خداست، لحاظا اشرف بقا است. البته طلب حاجت در اشرف بقا مانند سایر جهات نیست. انتها. پس طلب حاجت در تربت مقدسه، روزه مبارکه و مقام مقدس اعلا و مقام حضرت عبدالبها فی الحقیقه چه اثر و کیفیتی خواهد داشت؟ جای بسی خوشبختی است که در سنین اخیره مستمرن بر عده زائرین جوان نیز چه شرقی و چه غربی می افزاید و حتی جمع کثیری از نورسیدگان هم به همراهی پدران و مادران به این فیض عظیم نائل می شود و در مرکز جهانی علاوه بر کسب فیوضات روحانی، عظمت و رفعت آیین الهی را به رأی العین مشاهده می نمایند که چگونه هر روز صدها نفر از نفوس غیر بهایی به مقامات مقدسه منوره می آیند و شکوه و جلال این اماکن مشرفه را می‌بینند
و با قرائت جزوه مختصری که الحال به 7 زبان ترجمه شده و به سائحین داده می شود از اصول و مبادی اساسیه امر مبارک مستحضر می گردند. برای تکمیل موضوع مناسب چنان است که شمه از متاعب و مشکلات موجوده در سبیل تملک اراضی جبل کرمل جهت بنای مقام مقدس اعلی و مصائب وارده بر وجود اطهر حضرت مولا البراء از ناحیه ناقضان عهد و معاندان سرسخت نیز بیان شود، تا شنوندگان عزیز مزیدن لما سبق بر اون حوادث مؤلمه اطلاع کافی حاصل فرمایند. و بهترین مرجع تاریخی برای روشن ساختن این موضوع مهم، مفاد و مضمون بیانات مبارکه شفاهی حضرت عبدالبها است که در کتاب خاطرات حبیب جلد اول نقل شده و بنده این اون را در این نوار می خوانم. حضرت مولا البراء می فرمودند قائم مقام حیفا در نهایت عداوت مانع ساختمان مقام اعلی شد. به مأمور تاپو که ما ثبت اسناد میگوییم دستور داده بودند که این بنیانی که در کوه کرمل و جنوب حیفا است مجهول است، مخالف نظام است و چون دور از شهر است باید به امر سلطان ساخته شود. اون تقریری نوشت که محظور سیاسی در بین است. متخرف عکا صالح افندی یکی از اعضای مجلس حکومت حیفا را تعیین کرد که بروند تفتیش بکنند، بعد هم اظهار نظر نمایند. رفتند تحقیقات کردند و اطلاعات لازمه به دست آوردند و نوشتند محظوراتی ندارد. این 6 دستگاه امارت است و جبل کرمل محصور و منحصر به این امارت نیست و بالای کوه کرمل کلیسای بسیار عظیم است و آلمانی ها هم بناهایی دارند و هیچ محظور سیاسی در بین نیست. این راپورت را به متصرف دادن و متصرف برای قائم مقام فرستاد. قائم مقام رد کرد و گفت رأسن از ما بین سوال کنند، یعنی از باب عالی از استانبول. اون وقت جواب شافی خواهم داد. حضرات به ما بین نوشتن که عبدالبها میخواهد از برای باب مقامی درست کند. مسئله اهمیت پیدا کرد. دیگر معلوم است که عبدالحمید چه دشمنی بود و منتظر مستمسک بود. من گفتم به هر وسیله که شده باید قائم مقام را قانع کنم. خیلی کوشیدم. گفت من عداوتی ندارم، میترسم بعدها مسئول و مؤاخذ شوم. گفتم چه محظوری دارد؟ گفت من میدانم. گفتم چه ضرری دارد؟ گفت من میدانم. خلاصه این حکایت را حضرت مولا البراء میفرمایند تا اون که قائم مقام فوت میکند، میفرمایند بعد از فوت اون شروع به ساختمان کردیم. از برای مقام اعلی راه نداشتیم، راه بسیار بدی بود، خواستیم راه دیگری باز کنیم. صاحب زمین راضی نمی شد و به هیچ وجه قبول نمی کرد و دشمنان ام لاینقطع تحریکش می کردن. بعد از 2 ماه دوندگی قبول کرد. اون هم شخصی که نزد آلمانی ها بود رفت و فکرش را عوض کرد، گفت قول و قرار را به هم بزن، اینها باید برای این بنا خیلی پول بدن. اون هم به طمع افتاد. 2-3 ماه کار عقب افتاد، خیلی مشکل بود. بالاخره قبول کرد. این دفعه هم باز عقلش را دزدیدن و تغییر رای داد
و ایراد تازهی گرفت و قولش را شکست. درخت ها را خواست. گفتم بسیار خوب، درخت ها مال تو. گفت باید سیم بکشید که از زمین های دیگر هم تخطی نشود. گفتم تو راضی شو، من به جای سیم دیوار میکشم. باز هم دب بزد. گفت قبول نمی کنم مگر اینکه واسطه معتبری داشته باشم. گفت اگر صادق پاشا ضمانت کند دیگر هیچ حرفی ندارد. قرار گذاشتیم، قرار گذاشتیم منزل صادق پاشا ملاقات شود. اونجا رفتیم سر ساعت، هرچی منتظر شدیم از وقت مقرر مدتی گذشت، او نیامد. هوا ابر و بارانی بود. صادق پاشا خودش عقب او رفت. تمام لباسش از باران خیس شده بود و گلی شده بود. در منزلش گفته بودن در منزل نیست، بیرون رفته. صادق پاشا با اوقات تلخ برگشت. من بی نهایت محزون شدم. نخوابیدم، چای نخوردم، غذا نخوردم، با کسی ملاقات نکردم. در تاریکی نشسته دعای حضرت اعلی را آهسته میخوندم تا نزدیک صبح خوابم نبرد. دمدم صبح خواب رفتم. قبل از ظهر که بیدار شدم، استاد محمد علی بنا آمد که ترجمان قنسول آلمان با برادرزاده قنسول از صبح زود تا به حال منتظر شما هستند. برادرزاده قنسول گفت یک زمینی است متعلق به یک زن آلمانی حاضر به فروش است. هر قدر از این زمین میخواهید و مورد احتیاج شماست بردارید. همان قدر که قبلا محزون بودم مسرور شد. با هم رفتیم به مخزن که ما محضر میگوییم. دیدم ورقه به خط و امضای قنسول و اوراق بیع بدون شرط حاضر است. خلاصه معامله کردیم. بعد گفتم بروید یک دیوار بکشید و راهی باز کنید، هر قد مخارجش بشود میدهم. راه هم باز شد. ورق من ان انف عبدالحمید مقام را هم ساخت. از بنبهی صندوق مرمری که اسم اعظم را با آب طلا نوشته بودن اون هم رسید. چون وارد شد نخواستم در گمرک باز شود و باز هم نشد. حال قسمتی از لوح منیع مبارک که از قلم مرکز میثاق راجع به ابواب مقام اعلی صادر شده در این مقام تلاوت می شود. قبل از تلاوت این لوح مبارک باید معنی حضیرة القدس بیان بشود، زیرا حضرت عبدالبها مقام اعلی را به حضیرة القدس تسمیه فرمودند. البته شنوندگان عزیز می دانند که حضیرة القدس در لغت به معنی بهشت است و این عبارت از قدیم مستعمل بوده و مصطلح بوده. مثلا در مجمع البحرین حدیثی از حضرت رسول اکرم نقل شده که می فرماید الثابت علی سنتی معی فی حضیرة القدس ای فی الجنه. هر کس بر سنت من مستقیم و ثابت باشد با من در حضیرة القدس یعنی در بهشت خواهد بود. در حدیقة الحقیقه که از صناعی شهیر است ابیاتی است که این معنا را به خوبی روشن می کند. می گوید همه مستغرق جمال قدم، فارغ از نقش عالم و آدم، اندلیبان گلشن انسند، ساکنان حظیره قدسند. اون چه در صحن آن مکان دارد تا به سنگ و کلوخ جام دارد. حالا
متن لوح مبارک تلاوت می شود. قوله الاخلاق در حضیرة القدس نفوسی به خدمت قیام نمودند و زحمت و مشقت کشیدند و در کمال راه و ریحان کوشیدند و نفوسی نیز تعلق روحانی داشتند و به جان و دل آرزوی خاک کشی و گل در اون مقام مقدس داشتند. لحاظا آبنبار و ابواب حضیرت القدس را به نام مبارک ایشان تسمیه نمیدیم. آبنبار به اسم حضرت افنان صدره مبارکه جناب آقا میرزا باقر. باب اول در طرف شرقی باب بالا، باب ثانی در طرف شرقی باب کریم، یعنی به اسم جناب استاد عبدالکریم. باب شمالی باب اشرف و باب اول غربی باب فرز، باب ثانی غربی باب امین. و مقصود از این اسما آقا علی اشرف و آقا استاد عبدالکریم و آقا بالا و حضرت عبدالفضائل و جناب امین است. این اسما باید تا ابدالآباد یاد گردد و ذالک ما الهمنی به تراب و متاف الملع الاعلا. سواد این ورقه به هر یک از اون اشخاص داده شود و اصلش در حضیرت القدس محفوظ ماند. این شنوندگان عزیز به خوبی می دانند که حضرت مولانورا در زمان حیات مبارک 6 حجره را که حال مقر عرش حضرت اعلا و مقام حضرت عبدالبهاس بنا فرمودند و چون نقشه مبارک تأسیس 9 حجره بوده، حضرت ولی مقدس امرالله در سال 1928 میلادی 3 حجره دیگر بر بنای قدیم به همون سبک و اسلوب اضافه فرمودند و بدین ترتیب 3 باب دیگر بر ابواب سابق اضافه شد و پس از بنای جدید و نصب قبه ذهبیه 1 باب هم که مخصوص ورود به داخل گنبد است علاوه شد. بدین ترتیب جمعاً ابواب مقام اعلا حال بر 9 باب بالغ شد. ولهذا 4 باب دیگر را حضرت ولی عزیز امرالله به نام نفوس مبارکه به شرح زیل تسمیه فرمودن. باب جنوبی باب مکسبل، باب سوم شرقی باب قصابچی، باب سوم غربی باب جکری و باب ورود به گنبد باب ایوس که به ترتیب عبارتن از ایادی امرالله مستر مکسویل مهندس بنای جدید مقام اعلی و والد ماجد حرم مبارک، جناب حاج محمود قصابچی از اجله احبای بغداد، ایادی امرالله جناب دکتر یوگو جکری و ایادی امرالله جناب لروی ایوس. حالا با اجازه شنوندگان عزیز زیارتنامه مبارک که در مقام اعلا و روضه مبارک تلاوت می شود برای تتمیم و تکمیل موضوع تلاوت خواهد شد. الثناء الذي ظهر من نفسك الأعلى
والبهاء الذي تلأ من جمالك الأبهى عليك يا مظهر الكبرياء وسلطان البقاء ومليك من في الأرض والسماء. أشهد أن بك زهرت سلطنة الله واقتداره وعظمة الله وكبرياؤه، وبك أشرقت شموس القدم في سماء القضاء وطلع جمال القيب عن أفق البدا، وأشهد أن بحركة من قلمك ظهر حكم الكاف والنون وبرز سر الله المكنون وبدعت الممكنات وبعثت الزهورات، وأشهد أن بجمالك ظهر جمال المعبود وبوجهك لاح وجه المقصود، وبكلمة من عندك فصل بين الممكنات وسعد المخلصون إلى الذروة العليا والمشركون إلى الدركات السفلى، وأشهد بأن من عرفك فقد عرف الله ومن فاز بلقائك فقد فاز بلقاء الله، فطوبى لمن آمن بك وبآياتك وخزع بسلطانك وشرف بلقائك وبلغ برضائك وطاف في حولك وحزر تلقاء عرشك، فديل لمن ظلمك وأنكرك وكفر بآياتك وجاهد بسلطانك وحارب بنفسك واستكبر لدى وجهك وجادل ببرهانك وفر من حكومتك واقتدارك وكان من المشركين في ألواح القدس من إسر الأمر مكتوبا. فيا إلهي ومحبوبي فأرسل إلي عن يمين رحمتك وعنايتك نفحات قدس ألطافك لتجذبني عن نفسي وعن الدنيا إلى شطر قربك ولقائك، إنك أنت المقتدر على ما تشاء وإنك كنت على كل شيء محيطا. عليك يا جمال الله ثناء الله وذكره وبهاء الله ونوره،
أشهد بأن ما رأت عين الإبداع مذموما شبهك. كنت في أيامك في غمرات البلايا، مرة كنت تحت السلاسل والأغلال، ومرة كنت تحت سوف الأعداء، ومع كل ذلك أمرت الناس بما أمرت به من لدن أليم حكيم. روحي لزرك الفدا ونفسي لبلائك الفدا. أسأل الله بك وبالذين استزاءت وجوههم من أنوار وجهك واتبعوا ما أمروا به حبا لنفسك أن يكشف الصبحات التي حالت بينك وبين خلقك، ويرزقني خير الدنيا والآخرة، إنك أنت المقتدر المتعال العزيز الغفور الرحيم. صل اللهم يا إلهي على السدرة وأوراقها وأغصانها وأفنانها وأصولها وفروعها بدوام أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ثم احفظها من شر المعتدين وجنود الظالمين، إنك أنت المقتدر القدير. صل اللهم يا إلهي على عبادك الفائزين وإمائك الفائزات، إنك أنت الكريم ذو الفضل العظيم، لا إله إلا أنت الغفور الكريم.